فیلم تئوری همه چیز که درباره زندگی استیون هاکینگ، فیزیکدان نظری و کیهانشناس مشهور بریتانیایی است، در جشنواره فیلم تورنتو اکران شد. این فیلم بر اساس خاطرات جین هاکینگ، اولین همسر فیزیکدان ساخته شده است. هاکینگ در سن 21 سالگی به یک بیماری نادر عصبی مبتلا شد که به عدم تحرک کامل او انجامید. این فیلم را جیمز مارش، کارگردان برنده اسکار، ساخته است. ادی ریدمین ایفاگر نقش استیون هاکینگ است. این یک پروژه شوق‌آور برای همه دستاندرکاران بود. خانواده هاکینگ ما را به گرمی پذیرفت و آنچنان با ما خوب رفتار کرد که ما خواستیم با داستان استیون و جین و شور زندگیشان عادلانه رفتار کنیم. امیدوارم مردم از آن خوششان بیاید. هیچ کاری در مورد آن نمیتوانم انجام دهم، ولی با این وجود عصبیم. برایم جالب است ببینم عکس‌العمل تماشاگران چیست. فیلم تئوری همه چیز از ماه نوامبر در سینماها به نمایش گذاشته خواهد شد. فیلم دیگری که اولین اکران جهانی خود را در جشنواره تورنتو انجام داد، فیلم دراپ بود. داستان این فیلم درباره یک بارمن اهل بروکلین است که بار او محل مبادله پول گنگستر هاست. روزی او بین پلیس و مافیای چچن به دام می‌افتد. جیمز گندولفینی که سال پیش فوت کرد، از هنرپیشه‌های این فیلم بود. اکران فیلم فرصتی شد برای به یاد آوردن این هنرپیشه که در سن 51 سالگی درگذشت. میکایل روزکام، کارگردان بلژیکی فیلم، گفت که این لحظه خداحافظی است. امروز این فیلم به راه خود می رود و این همچنین فرصت خداحافظی با جیم است. هنوز این فرصت به من دست نداده است، بنابراین لحظه‌ای بسیار احساسی است، به ویژه برای همسر و فرزند او که امروز حضور دارند. پسر گاندالفینی گفت: می‌خواستم همه بدانند که پدرم خیلی بیشتر از یک هنرپیشه بود. می‌خواستم با حضورم نشان دهم که او چگونه شخصی بود. تام هاردی، هنرپیشه، می‌گوید: افراد بسیار کمی داره این چنین نبوغی هستند. من او و کارش را تحسین می‌کنم و خوش‌شانس بودم که با او کار کردم. فیلم دراپ اکران جهانی خود را شروع کرده است.